برو به برو خوش آمدید امشب آقای اعتمادی میپرسد از جمهوری اسلامی چه مانده است آقای شریعت مداری دیدار ترامپ با پوتین را زیر ذره میبرد آقای سیدی سخنان یکی از مسئولین را بررسی میکند که گفته ممنون روسیه هستیم که به ما کالا میدهد تا از گرسنگی نمیریم و آقای علیجانی از وظیفه جامعه مدنی و سیاسی داخل کشور در برابر سیاست خارجی زیانبار جمهوری اسلامی میگوید شما هم می با استفاده از برچسب روبرو نظرات خود رو به اشتراک بگذارید اما ابتدا موضوع خودم رو مطرح میکنم اصلاح طلبان عبای از آن ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظامیم این سخنان محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین ایران است در حالی که مطالبات مردم روز به روز بیشتر می شود و می رود تا ساختار سیاسی نظام را دچار تغییرات اساسی کند اصلاح طلبان با سراحت فاصله بیشتری از کف مطالبات مردم گرفته و خود را به عنوان تنها راه نجات به حاکمیت عرضه می کنند. چقدر فاصله بین مطالبات مردم و نگاه اصلاح طلبان از فضای سیاسی کنونی ایران وجود دارد آیا اصلاح طلبان با فاصله گرفتن از تئوری فشار از پایین و چانهزنی از بالا قید حمایت مردمی را زدند بله ببینید اصلاح طلبان این عملکرد خودشونم از دست دادن یعنی یک موقعی سوپاپ اطمینان نظام بودن یا خندق بودن اگر کسی از نظام میخواست خارج بشه یا جامعه مدنی خواستای اساسی تری داشت یک مرحله توقفی یک بافری به اسم اصلاح طلبان بود که تو اونجا سقوط میکرد و جذب اونا میشد الان به قدر این حاشیه باریک شده که هر کسی که به این نتیجه میرسه که اکثریت مردم ایران بلکه 99 درصد مردم ایران هستند مستقیما به این نتیجه میرسه که هیچ کدوم از جناح های نظام را حلی ندارند و جذب جامعه ای میشه که خواسته های اساسی گذار از این نظام به یک دموکراسی سکولار مردم بنیاد داره بنابراین ایشون در حقیقت یک نوع اعلام وفاداری مجدد به رهبری میکنه که بازی گرفته بشن بازی که احتمال میدن اگر روحانی در حقیقت نتواند به معموریت خودش ادامه بده خب اینها میتوانند طرف خطاب رهبری برای شرکت در سناریوهای احتمالی آینده باشند اینا همچنان میگویند گوش به فرمانیم و همچنان میگویند که ما وفاداریم بنابراین ما رو به بازی بگیرید و یعنی خودشون هم میدونن که اون چیزی که قبلا بودن و اتهامی که بهشون زده میشد به قول علما سالبه به انتفاع موضوعه برای اینکه اینا خاصیت خودشون رو از دست دادن نه رهبری نظام سپاه و حتی اعتدال گرایان اینها رو جدی میگیرن و نه جامعه براشون تری خود میکنه اینا در حقیقت دست و پا میزنن تا موقعیت خودتون رو حفظ کنن فکر میکنم بله نکات اساسی رو آقای شریعت مداری به درستی فرمودن من به یکی دو ملاحظه فقط اشاره میکنم و اون عبارت از اینه که خائنانه تر از این حرف حرف دیگه ای وجود نداره چون معنای باطنیش اینه که برای آقایان اون که ارجحه حفظ این نظامه این نظام این نظام مب... مستبد این نظام فاسد این نظام زورگو اوجب به واجبات حفظ این نظامه وقتی که ما میگیم ایشون میگه که ما سوپاپ نجات سوپاپ اطمینان این نظام هستیم برای ما مهم مطالبات مردم نیست مطالبات مردم بسیار روشنه در جز جزء شعارها و مطالباتی که در کف خیابان اعلام میکنن این رو به سهولت میشه دید که عبور از نظام جمهوری اسلامی من فکر میکنم که آقای محمد رضا خاتمی نه او حتی آقای سعید حجاریان که اخیرا لابد دوستان مصاحبهش رو شنیدن به این اعتراضات مردمی گفت بی اساس بی بی مایه گفت دوغ گفت انقدر بیمایه است که ماست کیسه ای نظام جمهوری اسلامی به راحت میتونه سرکوبش بکنه من به این دوستان اصلاح طلب پیشنهاد میکنم بدین این حرفا رو به مردم خرمشهر و آبادان و اهواز که حتی آب فاضلابم برای آشامیدن ندارن بدین به اونها بگین که شما سوپاپ اطمینان و نجات این نظامین شما برید این حرف رو به زنان بگین بدین توی یک فضای سربسته جلوی دانشجویان در یک آمفی‌تئاتر دانشگاه تهران بگین که ما سوپاپ اطمینانی اون وقت پاسخ حقیقی رو اونجا دریافت خواهیم کرد من خیلی دوست دارم راجع اون بخشی که تئوری از یه چیز به یه چیز دیگه تغییر کرد یعنی زمانی فشار از پایین از بالا بود به نظر میاد دیگه آقای مکفی ببینید شاید اگه حتی خوشبینانه هم نگاه کنیم 20 سال پیش ممکن بود این امید رو داشته باشیم که به مانند اسپانیا و پرتغال به مانند آمریکای لاتین در یک پروژه اصلاحات یک نظامی که ناکارآمد از به تدریج به یک نظام کارآمد تبدیل بشه و مثلا انقلاب هم نشه جنگ داخلی هم نشه آن زمان در عالم تئوری مثلا هنوز واقعا امتحان نشده بود که بین قدرت مجلس و شورای نگهبان کام... کدام کدامی که میچربد بین قدرت رئیس جمهور و رهبر کدام یک احیانا میتونه که سلطه داشته باشه این پروژه بود 20 سال پیش خیلی هم جدی بود 20 میلیون انسان درگیر این پروژه بودند الان دویست سی نفر از این 20 میلیون منافع فردیشون گروه این پروژه است پروژه مرده آقای مکفی من مشکلی بین اختلاف مطالبات مردم و دیدگاه اصلاح طلبو نمیبینم من مشکل بین مطالبات مردم و منافع اصلاح طلبو میبینم اصلاح طلبو هم دیدگاهشون بر اونو در میان مردمند میدونن پروژه مرده میدونن اصلاحات شکست خورده اما یک جمع با خوشبینی میتونیم بگیم 200 تا 300 نفری هستند که در کسفت حالای امیدی دارن بعدا یه مدیر بشن یه نیمچه وزیری بشن دو تا روزنامه در اختیار دارن دو تا سمت دولتی استار دانشگاه دارن میخوان بعضی وقت هم جس اپوزیسیون میگیرن تریبون هم در اختیار دارن میخوان این وضع اگه ممکن باشه به خاطر منافع خودشون تا 20 سال دیگه هم ادامه بدن من دلم میخواد کاش یه تغییر صورت بگیره در مورد جایگاه فردی این افراد از 20 سال پیش تا الان چقدر تغییر کرده یک نمونه رو عرض می کنم فردی که اینجا اسمش رو برم از اصلاح طلبای کردستان 20 سال پیش بود اطرافیانش یکی از موضوعاتی که براش تبلیغ میکردن این بود که میگفتن این یک معلم زحمتکشه که خونه هم از خودش نداره اجاره نشینه اما این فرد الان تهران نشینه در شمال تهران هم زندگی میکنه بهترین خونه رو داره بهترین ماشین رو داره استاد دانشگاه خوب خوب داره تریبون هم داره اون دلش میخواد به عنوان فرد خورش تا ابد این شهر رو داشته باشه من حقیقت بحث دوستان رو یه مدار می دونم. ساده سازی مسئله میدونم ساده کردن صورت مسئله ایران ببین اصلاح طلب ها یه تیفی هستن ولی مجموعهشون تو اعتراضات دیماه تجدید شدند. من خودم رو نوشتم و نقد کردم اینکه چرا تئوری سوریه شدن ایران رو مطرح کردیم و فاصله گرفتنشون از خواستگاه اجتماعیشون پایگاهشون همون طبق متوسطی هم که میخوان این باعث ریزش اعتبارشون خواهد شد و شما به درستی به این مسئله اشاره کردید اما اینکه ما بیایم بگیم الان 99 درصد مردم دیگه از استاد طلب اصولی را عبور کردن و میخوان حکومت رو سرنگون کنن نه این خیلی ساده سازی شرایط ایرانه در اعتراضات دی ما هم بخشی از مردم شرکت کردن طبقه متوسط شرکت نکرد ولی حمایت کرد اینجاست که اصلاح طلبایی که میگن پایگاه متوقه متوسطه باید این متوجه باشن که حتی اون پایگاه شما که میگی شرکت نکرد ولی اونا در نظر نظرسنجی که در اون خود حکومت هم منتشر شد اینا همدلی داشتن حالا بنا به دلایل شرکت نکرد من یه روز بس چون اینجا خواهم بود ولی بذارید من اینو خود تعمیمش بدم اصلا نوع مواجهه و نقد اصلاح طلبات چگونه باید باشه من این نقد رو سه نقد دیدم یه نقد در خلعه یعنی ببقیش. نقد... اجازه بدین اجازه بدین شما تو بحث دیگه... من نیه منم تو بحث شما نیه آخه راجب موضوع هم صحبت بکنم راجب اونم صحبت میکنم اجازه بدین من تشخیص میدم چه موضوعی رو در اینجا مطرح خب پس بفرد. نقد ببین اصلاح طلبان من اه. میخوام هو کنیم من تو هو کردن شرکت میکنم هو کردن هیچ کس نه تنها اصلاح طلبا هیچ کس شما هم کسی بخواد تو کنه من در اشتغالت شرکت نمی کن. من تحلیل می کنم یه بخشی از نقد اصلاح طلبا نقد تو خلای تاریخیه یعنی میان یه بخشی از تاریخو تو خلأ تحلیل می کنیم بنده این کارو بکنم دیگری هم این کارو بکن بگیم اصلاح طلبا مثلا دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا این مثالشو بزنید من این اصلاحات آقای دیوار سفارت رفته بالا ای منم این نقدو دارم که آقا شما سفارت بالا رفت تصرف سفارت آمریکا یه ضربه تاریخی به ایران زده که تا حالا ادامه داشت ولی قبول هم نمی‌کنن اجازه بدین حالا قبول نمی‌کنن متاسفانه حالا قبول بکنن نکنه استاد طلب با اکثر غریب به اتفاق شون بود ببین نقل جون شما الان 3 دقیقه حرف زدید 3 دقیقه حرف زدید, زدید. اتشمان. دفاع کردید از استاد طلب آقای خاتمی آقای محمد آقای زا خاتمی اعتمادی. شما گفته که آقا ما وظیفمون حفظ این نظامه شما میگه می ما سوپاپ اطمینان نظام دیگه شما راجب این من بحث کنم آقا زدی شما بر آینده شما, دو ایران ایران شما خطر دارین داری. داری. شما مثل استاد دموکرات نیستی بخشه. یعنی اجازه نمیده شما نداری گوش کنی ببینید دوستی میاد اینجا که بنده در یا فراری بودم یا زندان جمهوری اسلامی بودم یه دوستی میگه شما تقویت کردین حکومت رو تایید کردین خب من که نمیخوام گذشته کسی رو اینجا نقد کنم میخوام رو نقد داریم بحث میکنیم ولی مجبورم بگم دوست عزیز شما موقعی که میگفتین پاسداران رو به سلاح سنگی مجهز کنید موقعی که میگفتید برید منتقدین و به معترضین رو لو بدید بنده تو زندان بودم میگه شما که نباید به من طلبکار که نیستین حالا یه دی نقد تاریخی میکنن یعنی نقد تاریخی نیم کن نقد تاریخی میکنن ولی تش یه مدار خشونت و انتقام هست من اینو سم مهلک برای آینده ایران میدونم ببین آقای امیر انتظام حقیقت رو کشف میکنه ولی میبخشه و یه بخشی هم هو کردنه ببین آقای محمد رزا خاتمی تو همین سخنرانی که شما یه جمله شو در آوردین خیلی حرفای دیگه زدید دیگه, دیگه. دیگه بله دیگه یک دیگه گفته راجب بی مردم حفظ زده هیچ جا در حال این بخشه که من در نظر من نمیتونستم همه رو صحبت های آقای محمد رضا خاتمی درست میگن آقای علی جانی صحبت های دیگه هم کردن ولی به نظر من جان کلام آقای محمد رضا خاتمی این بخشش بود و برای من این بخشش مهمه خب. به نظر من نهاری خوب نهاری خوب روش 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 میخونن میبینن <applause> به حال وقت زیادی نیست اما در نهایت فقط بگم که اصلاح طلبان زمانی که نیا... بدون در بازی قدرت شرکت داده میشن به هیچ عنوان به مطالبات مردم توجهی نداشتن این سابقهشون تاریخی ثابت شده زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بود به هیچ عنوان به نظرات مردم توجهی نداشت زمانی که آقای کروبی رئیس بنیاد شهید بود به هیچ وقت به هیچ عنوان به نظرات مردم توجهی نمیکرد ولی وقتی از بازی قدرت کنار گذاشته شدن مجبور شدن از نیروی اجتماعی استفاده کنن تا بتونن چونه بزنن بله بسیار خب بنده هم غیر دموکرات شما سه برابر بنده غیر دموکرات حرف زدی به موضوعم جواب ندید اشکال نداره بیننده هم دیدن همه برنامه های رو 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 دیدن. از حسن روحانی خواست که برای خارج کردن کشور از تنگناهای موجود و در مقابله تهدیدهای آمریکا تصویری مقتدر از دولت نشان بدهد آیا در ایران امروز چیزی به نام دولت مقتدر یا غیر مقتدر وجود دارد آیا حسن روحانی یا حکومت اسلامی حقیقتا دارای قدرت است نماد قدرت در ایران کیست اساساً از جمهوری اسلامی از قدرت جمهوری اسلامی چه مانده وضعیت امروز حکومت اسلامی ایران خبر دهنده کدام آینده سیاسی است من آن اعتمادی واقعا سوال شما رو متوجه نمیشم ببینید اینکه از حکومت و قدرت حکومتیش قدرتی نداره خب دیگه مردم ایران باید خیلی سر به زیر باشن که این چیزی که اصلا قدرتی هم نداره یه فوت کنم بره دیگه یعنی حکومتیش قدرتی نداره اما اگر یعنی اونایی که میرن دستگیر میکنن اونایی که میزنن اونایی که سرکوب میکنن پس اونا کیا هستن اجنه که نیستن همین حکومت دیگه اما شاید منظورتون یعنی من اینجوری شاید درست متوجه بشم که حکومت اصلا ناتوانه در حل مشکلات یعنی انگار که حکومتی وجود نداره یعنی هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه من این روایت رو میپذیرم یعنی روایت درستره ولی حکومت میتواند جامعه رو رها کرده باشه یک گروه سرکوبی رو تغذیه بکنه خودش هم حفظ بکنه جمهوری اسلامی سوالا همینجوری حکومت کرده اما کی به این مرحله میرسه که تو ادبیات شما بود یعنی کی واقعا حکومت قدرتی نخواهد داشت در مقابل من سوال طرح کردم من اسواتی چیزی نگفتم شما به سوالات جواب بدید من به سوالا نظر خودم میدم دوستانم میدم چرا حرف تو دهن من میذارید شما شو... نظرتون رو میدید من میگم سوال شما رو من متوجه آه. نمیشم سوال اثبات نیست سوال طرح میکنن تا بهش پاسخ من, به نمیگم اثبات من پاسخ دا که نمیگم اثباتی یا نفی شما جمله ساده رو دقت نمیکنید شما میگین اصلا قدرتی نداره دیگه جمهوری من چه همچی حرفی زدم من میگم شما الان آخ... رو که خوندید میگین اصلا حکومت اصلا چه قدرتی خب داره دیگه آیاس آیاس آخ... آخرش هم یه علامت سواله از قدرت جمهوری اسلامی شما این اجازه نفس... بدید مخاطبین بله ولی به نظر من کی به این نقطه میرسه ببینید جمهوری اسلامی یه راهش اینه که در برابر مطالبات مردم عقب نشینی بکن این بهترین راه ملی ترین راه یه راه دیگه اینه که تا جایی که میتونه قدرت سرکوبش رو تغذیه مالی بکنه بزنه تو سر دیگران اینجا میره تو بحران یعنی میره تو منطقه زرد چه موقع میره تو منطقه قرمز من ترجیح همینی که اون من راه اول رو بره ولی از اینجا به بعد شو دارم توصیفی میگم موقعی که در شهرهای بزرگ ایران یعنی تو تهران دو تا خیابون سه تا خیابون شلوغ نشه تو تهران سی جای تهران اعتراض کنن مردم تو شهرهای بزرگ 10 جا اعتراض کنن اینجا دیگه نیرو سرکوب هم کم میاره بلد. و اینجاست انزلی... که میرسه به اون نقطه ای که آقای اعتمادی اشاره کردن یعنی بلدید. حکومت فرو میپاشه بله اجازه بدید من از یه زاویه دیگه این سوالی رو که آقای اعتمادی مطرح کردند بررسی کنم صحبت ایشون البته این نبود که دولت از بین رفته صحبت از اینه که خامنه ای یک شخصیت حقوقی بسیار بالا رئیس یک نهاد به نام دولت رو مؤسسه مدرن به نام دولت رو دعوت میکنه و ازش میخواد یا دستوراتی بهش میده که مثلا دولتتون باید چهره مقتدری داشته باشه صحبت من اینه که ایران بله قدرت زور داره نیروی امنیتی داره نیروی سرکوبگر داره صحبت از اینه که آیا نهاد مدرنی به نام دولت در ایران وجود داره حکومت کنونی ایران یک حکومت پیشا مدرن هست به نظر من به این معنی که مثلا در اروپا درش کشورهای دموکراسی می‌بینیم یک نهادی هست به نام دولت که مجموعه وزرایی هم دارند و کارهای اجرایی میکنن یک نهار دیگری هست به نام پارلمان که قانونگذاری میکنن یک نهار دیگری از به اسم دستگاه قضایی که بر اجرای درست یا عدم اجرای درست قوانین نظارت میکنند هم چیزی رو در ایران نداریم اگر هم چیزی وجود داشت میشد یک فردی رئیس دولت رو بخواد حالا از پایین از بالا مردم یا یک مرجع قضایی بگه که لطفا فلان مشکلات رو حل کنید الان صحبت از اینه که مثلا آقای روحانی میخواد در روزهای آینده چند تا وزیر رو تعویض کنه اصولا نه تعویز چند وزیری که تعویض رئیس دولت هم در ایران هیچ چیزی رو تغییر نمیده چرا چون ایران سیستمش دولتی نیست یک فردی اون بالاست که همه قدرت دست اونه و خوب و بدش هم به عهده اونه و اینم منحصر به ایران هم نیست ما در مجاورت ایران در عربستان هم کشوری داریم که اونم چیز سیستم حکومتیش پیشا مدرن است اما در اونجا مثلا بلفرض اون فردی که بالاست نمیره نخست وزیر رو صدا کنه وزیر رو صدا کنه خودش مثلا سه روز پیش تصمیم گرفت که از این به بعد تدریس دینی درس دینی بینش اسلامی در مدار ممنوع بشه حذف شد پس در سیستم پیشا مدرن نمیشه رئیس یک دولت و خاص یا بگیر آقا لطفا فلان قسمت ها رو درست کنید فلان کاستی ها رو رفع کنید سیستم ایران سیستم پیشا مدرن هست به معنی مدرن و امروزیش چیزی به اسم دولت در ایران وجود نداره بله ببینید در ایران متاسفانه و به این سمت داره میره که اون چیزی که دولت پنهان خانده میشد دیگه فقط سپاه یا نیروهای امنیتی نیست مافیاهای قدرت و ثروتی به وجود اومده که ماحصل قدرتشون حاصل جمع قدرتشون یا معادل حکومت یا برتر از حکومت به این معنی که وقتی تصمیم میگیرن کاری بشه یا نشه در جهت منافعشون و یک نوع یا اجماع بینشون به وجود میاد این مافیاها یا یکی از مافیاها میخواد بازی رو به هم بزنه در مقابل اراده خامنه ای سپاه دولت هر کدام میتونه سناریو رو چنون تغییر بده که اون سناریو یا انجام نشه یا در جهت خواسته ها و منافع این مافیاها ها انجام بشه این مافیاها ها دیگه تقسیمات کلاسیک سابق رو ندارن که سپاه و بیت رهبری و اصلاح طلب و اعتدال ها از همه اینا توشون هستن یعنی در یک مافیایی مثل مافیای سامن الحجج هم شما کسی رو که از اصلاح طلبان میخواسته که اصلاحات بشه جوانی رو میبینید هم از صدا و سیما میبینید هم از اصول ها میبینید هم از سپاه میبینید هم از اصلاح طلبان یعنی یک پدیده دیگری داره تشکیل میشه که میتوان گفت حکومت مافیاها این حکومت مافیاها هنوز همونطور که آقای الجانی می قدرت سرکوب داره ولی قدرت سرکوب یکی از قدرت های یک حکومته حکومت باید قدرت های ایجابی داشته باشه از قدرت نرمش بتونه استفاده بکنه بتونه پروژه هاشو متحقق بکنه سپاه تصمیم میگیره بیاد سر قدرت وسط راه به قول آقای خامنه ای فشل می... به قول آقای خمینی فشل میشه یعنی نمیذارن که بیاد سر قدرت آقای روحانی میخواد اقتدار خودش رو نشون بده اونم نمیگذارن یعنی آقای خامنه ای خودش هم همه کاره این نظام دیگه نیست نظام داره به سمتی میره که در حقیقت یک نوع اعتلافی از مافیاهایی است که تا آخرین لحظه میخوان خودتون نگردن ولی نمیمانند برای اینکه وقتی قدرت خارجی فشار رو میگذاره برخی از نامنافعشون در ساختن با قدرت خارجی مثلا آمریکا است بعضیا با روسیه است بعضیا موندن با خامنه‌ای و در نتیجه به هم می‌خوره آقای شریعت مدری من هیچ کدوم از این نکاتی که شما خواستید القا بکنید من هنوز نگفتم خب بیرزنید وقت هست بنده هم وقت حرفم نزدیم هنوز فکر شما مطرح کردید باشه بنده دو دقیقه وقت دارم بس شما بفرمایید بله. هیچ کدوم از اون نکاتی شما خواستید الغا بکنی تو دهن بنده بزنید این جملات شما من آقا آقای حالا آقای به حسن روحانی گفته مقتدر باش اینو گفته دیگه به رئیس دولت. من میگم که این اصلا حرف موزهکه. موزهکه به چه دلیل از طرف کسی که تمام اختیارات قانونی و فراقانونی در این کشور داره این آقا رواسای نظامی کشور رو تعیین میکنه رئیس صدا و سیما رو تعیین میکنه از رئیس قوه قضایی رو تعیین میکنه اعضای شورای نگهبان رو تعیین میکنه از طریق شورای نگهبان اعضای مجالس خبرگان و شورای اسلامی رو تعیین میکنه از طریق مجلس خبرگان رئیس جمهور رو انتخاب میکنه به طور غیر مستقیم بعد از انتخابات تقلبی حکمش رو تنف... تنفیز میکنه بعد وزراش رو تعیین میکنه سیاست های کلان کشور رو به صلاح تعیین میکنه از طریق بنیادها ها تمام قدرت اقتصادی کشور رو کنترل میکنه این آدم وقت داره میگه داره از خودش سلب صلاحیت میکنه از یه آدم تو سریخوری مثل روحانی میگه وقت مقتدر باش در مقابل مردم و در مقابل آمریکا تا مشکلات رو بتونی حل اون چیزی که چی از جمهوری اسلامی مونده اون هسته سختشه که هنوز باقی مونده یعنی تا مسائل اقتصادی فشارهای بین المللی اون بخش بیوکراسی شو به کاملا از کار انداخته یعنی دولت اون چیزی که آقای سیدی به درستی گفتن اصل تفکیک قوا مجلس چه کار بکنه دولت چه وظایفی داره قوه غذای چه اون کاملا کار اون فانکشن خودش رو کار کرده خودش رو از دست داده اما بخش حسته سخت جمهوری اسلامی هنوز قدرت داره به نظر من هنوز یه دسته و هنوز تونسته به بقای خودش ادامه بده اما این هسته سخت هم میتونه تحت تاثیر فشار خارجی اون گسستگیش از هم باز بشه یادمون نره زمانی که هسته سخت جمهوری اسلامی داشت از هم میپاشید باراک اوباما برخلاف تمام خواستهای قانون قانون اساسی آمریکا که حمایت از حقوق بشر در سراسر دنیاست چشم خودش رو به روی اعتراضات مردم ایران بست و با جمهوری اسلامی معامله کرد اما امیدوارم که دولت ترامپ این اشتباه رو نکنه بسیار خوب پس از استراحتی کوتاه تاثیرات دیدار ترامپ با پوتین و جمهوری اسلامی و همچنین هزینه ندانم های مسئولان جمهوری اسلامی را برای مردم ایران بحث و بررسی می با ما باشید آیا دیدار ترامپ با پوتین آغاز مذاکرات آمریکا و روسیه برای تقسیم قدرت به خصوص در جغرافی های خاورمیانه است آیا این دیدار و نتایج اون چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت آیا جمهوری اسلامی در فضای پس از تحریم میتونه همچنان بر روی دوستی با پوتین حساب کنه ببینید آقای شریعت مدری بهتر از بنده میدونید که این ملاقات گفتگوها بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اختصاص داشت عمدتا به سوریه سوریه از زبان اتحاد شوروی سابق تا امروز در واقع حیات خلوت روسیه بوده تنها نقطه نفوذ روسیه بوده نه فقط در خاور میانه بلکه امروز در کل جهان روسیه احتیاج داره به بندر ترتوس اسرائیل و آمریکا حاضرن این هدیه زهراگین رو بدنش به پوتین مشروط به اینکه سپاه پاسداران در سپاهش از اونجا جمع بکنه بره آقای خامنه ای هم پیام بنیامین نتانیاهو رو از طریق ولادیمیر پوتین خوب فهمیده بی دلیل نیست که ولایتی نماینده آقای خامنه ای بعد از بازگشت از روسیه و ملاقاتش با پوتین گفت ما حاضریم فوراً فوراً نه فقط سوریه بلکه عراق رو هم ترک بکنیم به محض اینکه از ما بخوان دلیلش هم واضح است در واقع این شده قوز بالا چیزی که اینا از آغاز کتمان میکردن که ما در سوریه هستیم امروز شده قوز بالا قوز یک قلمش رو مثال میزنم اینها باید سالی پنج میلیارد دلار فقط به آدم کشاشون در سوریه و عراق پول بدن الان که دیگه اعتراض شیعیان عراق سنی ها که جای خودشونه چل درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدن خواستار جمع شدن بسات قاسم سلیمانی و لاتولوتاش در عراق هستند خرابکاری های جمهوری اسلامی در عراق هستند و این یک قلم 300 هزار یورویی که از آلمان همین اخیرا هم میخواستن در واقع برای پرداخت یک ماه حقوق همین آدمکشا بوده که با اشاره آمریکا نپرداختند. آقایان در داخل آس و پاسن هشتشون گروه نوشونه یک مثال دیگه میزنن این آقای نوبخت اعتراف کرد پریروز که ما صد هزار میلیارد تومن فقط به پیمانکارا بدهکاری گفت پولم نداریم بدیم به پیمانکارا گفت بریم بانک به بانک ورشکسته بگید که طلب شما رو به اسم دولت بذارن دولت خودش به صد جا در واقع بدهکاره صبح تا شب کلا کلا میکنن یا کلای خودشون برمیدارن دیگه مردم که دیگه چیزی ندارن پس کلاشون رو برداشتن یک وضعیت در واقع بغرنج به وجود آمده و اینها هم ناچارم به صلاح بپذیرن دست پاشون جمع بکنن از و ایران آقای مداری هنوز که فعلا سندی ویکیلیکسی چیزی درز نکرده که دقیقا بدونیم نشست پوتین و ترامپ چه نتیجه ای داشته ولی یه چیزی رو, رو به یقین و یه چیزی رو به حدس میشه گفت آنچه که به یقین معلومه که اونا بر سر مسئله اسرائیل با هم متفق القولند هم پوتین هم ترامپ متعهدند که از اسرائیل حمایت کنند و این رو در آینده بسیار نزدیک خواهیم دید و این ضربه بزرگی به جمهور اسلامی خواهد بود آن که میشه حد زد به نظر من دو اتفاق خیلی جالب افتاد در این چند روزه پس از این مذاکرات یکی از این چهره های جنجالی طرفدار جمهوری اسلامی که لندن نشینم هست داشت کم کم مقدماتی رو فراهم میکرد در چندین توییت پشت هم که روسیه هم منافع خودش رو داره روسیه هم ممکنه حالا به ما خیانت کنه این در واقع داشتن عادی سازی میکردند که خیانت های روسیه امر عادیه و تاکید هم داشتن که علی همه خیانت هایی که روسیه کرده و در آینده هم احتمالا میکنه ما کماکان باید با روسیه باشیم فردای این زنجیره توییت که منتشر شد سر مقاله کیهان خیلی خواندنی بود دقیقا همین حرف زده بود که روسیه ممانند شوروی نیست سیاست نه شرقی نه غربی دیگه معتبر نیست ما باید در کمپ روسیه بمانیم روسیه هیچ وقت در نهایت پشت ما رو خالی نمیکنه شاید در زمینه هایی ما رو بفروشه اما کامل پشت ما رو خالی نمیکنه و از همه خنده آقای اعتمالی گفته بود که روسیه با اجازه ما وارد سوریه شد خیلی جالبه روسیه با اجازه جمهوری اسلامی وارد سوریه شد که شما به درستی گفتید اونا پنجاه سال اونجا ریشه دارند در پی همین بحران روسیه سوریه بود که قرارداد چهل و نه ساله رو مجلدن برای استفاده از بندر آب گرم لازقیه تمدید کردند به نظر من در آینده خیلی نزدیک شواهد بیشتری در تایید این یقین و این حرس خواهیم دید در همین روزهای آتی به نظر من یه دو تا کد از طرف دو رئیس جمهور بعد از این دیدار داده شد که بعد بهش به نظر من خوب توجه بشه اول اینکه آقای ترامپ گفت که موازه آمریکا و روسیه در قبال موضوع بحران سوریه به هم نزدیک شده و دومی که رئیس جمهور سوریه پوتین اعلام کرده بود که روسیه از برجام حمایت میکنه اب برگردیم به نکته کد اول به نظر من وقتی که این گفته میشه بلا فاصله این دیدار بلا فاصله بعد از دیدار آقای ترامپ با اعضای ناتوه ما میدونیم بین روسیه و ناتو یک, ب... ب... یک درگیری بزرگ، یک تنش بزرگ در مسئله اوکراین وجود داره وقتی که ترامپ به نظر من با ناتو به این درجه از تنش میرسه و بلافاصله میره, ب... میره با روسیه صحبت میکنه به نظر من این یه کارت بازی بوده که من از حمایتهام از ناتو کم میکنم این چیزیه که تو میخوای و حالا منتظر بود که روسیه در قبالش یک کارت بازی رو زمین بزنه و به نظر من روسیه کارت ایران رو متاسفانه زمین زد و اینجا ما بازی خوردیم در مورد در مورد مسئله برجام من فکر می‌کنم آمریکا از نظر اقتصادی و از نظر دیپلماسی اونقدر قوی هست که نیازی به حمایت روسیه یا مثلا حمایت نکردن روسیه از برجام واقعا نداره یعنی آمریکا من فکر می‌کنم خودش یک, یک یعنی به عنوان یک کشور صاحب قدرت خیلی نیاز نداره حتی اروپا به این مسائل توجه بکنه یا نکنه ضمن که اروپا گفته و اعلام کرده که نمیتونه به خاطر مسائل روابط اقتصادیش با آمریکا وارد بازی بشه بنابراین من فکر میکنم این دوتا تا کد رو اگه آدم در نظر بگیره متاسفانه جمهوری اسلامی در موضوع در قبال مسئله سوریه شکست سختی خورد و اینکه به جای یک اکتور به جای یک کشور تعیین کننده سیاست در منطقه تبدیل به یک کارت بازی شد من آقای شاید این سوال که در فضای بعد از تحریم آیا ایران میتونه رو ترامپ حساب بکنه یا نه من فکر در فضای قبل از تحریم هم نمیتونه حساب بکنه یعنی روسیه تقریبا به همه تحریم های ایران رأی مثبت داده یعنی مشکل سیاست خارجی ایران فراتر از این کنش و واکنشی است که با ترامپ با پوتین داره اما به حال صحنه رو من نمیخوام ساده سازی بکنم تو مردم هم هست حتی تو بخشی از سپاه هم هست که روسیه داره ایرانو رو میفروشه در تحلیل نهایی این درسته ولی که من داره زرافت ها و پیچیدگی‌هایی داره ولی دیداری که ترامپ و پوتین داشتن یه ابعاد مختلفی داشتم تو که آقای سیدی گفت هنوز مشخص نیست که مفاد این مذاکرات چیه ولی فضای آمریکا هم جمهوری خواه هم دموکرات ها به شدت علیه ترامپ شدن به خاطر نزدیکی که با روسیه پیدا کرد و به حال یه قافای رسانه‌ای هم داد که بعد اومد به خیلی عوامانه گفت نه تلفظ اشتباه بود و کلمات اشتباه بود حالا بحث ما چون نمیخوام وارد اصلا مذاکرات ترامپ یعنی رابطه آمریکا و روسیه نیست ما بیشتر میخوام از منظر ایران نگاه کنیم روسیه هم از این یه عامل دیگه مینه روسیه هم, روسی هم نمیخواد برگ ایران رو از دست بده با برگ ایران بازی میکنه ولی این صفر و صدی نیست روسیه میخواد این برگو حفظ کنه پس قبول که یعنی... ایران متاسفانه یه برگی شده یه کارتی شده نه. بله بله اشکال نه. یعنی اشکال تو بنیاد سیاست حالا تو سالهای بعدم بهش میرسیم ولی روسیه هم اینطوری نیست صفر و صدیه یعنی الان روسیه رفت معامله کرد ایران فروخت دیگه بازی تموم شد نه روسیه هم بازی میکنه این هم یه نکته است در تحلیل نهایی ایران بازنده است یعنی در اون بحثی نیست نکته دیگه هم اینه که ایران هم خب به هر حال کارتایی داره در این بازی بین این نیروها کارت مهم ایران هم که مخته همه قدرت های جانی ازش استفاده میکنن بعد کارتو کنار میذارن نیروی جهادی آماده شهادته این نیرویی که دیگران ندارن اینو یه موقع آمریکا استفاده علیه داعش علیه طالبان استفاده میکنه علی جانی همین امروز که با هم نشستیم 76 تا از سران سپاه که در سوریه کشته شده بودن مخفیانه از طریق عراق وارد ایران شدن اما نیروی جهادی هم وقتی پول و حمایت استراتژیک نباشه نمیتونه موثر باشه مهم اینه که وقتی من میگم بعد از تحریم آیا میتونه روی این دوستی حساب کنه برای اینکه ایران امید بسیاری بسته که از تسهیلات مالی از معاملات تهاتری از وجود بانک های روسیه برای پولشویی و از سرمایه گذاری روسیه در ایران و فروش نفت حساب کنه و این مسئله اصلی نه و یعنی در سیاست منطقی برای سران نظام واضح شده که روسیه همونطور که آقای یدی گفتن امتیاز خودش رو گرفته و همراه ایران نخواهد موند. آیا روسیه برای اینکه که... کارت ایران رو حفظ بکنه امتیازاتی بیرون خواهد داد؟ البته خواهد داد و البته این امتیازات رو برای گرفتن امتیازات بیشتر خواهد داد یعنی با کارت ایران در مذاکره با آمریکا استفاده میکنه و بعد از اینکه نهایت استفاده رو کرد ایران رو خواهد رو مهم اینه که ایران در وضعیتی است که لحظه شماری میکنه و به حمایت امروز احتیاج داره نه به چیزی که بهش وعده بدن نه همین در حمایت یا کمک میکنه به ایران نه در حمایت امروز روسیه در وضعیتی قرار داره که وقتی با آمریکا نزدیک بشه نه تنها ناتوانی قبلیش رو خواهد داشت در کمک به ایران عزم کافی هم برای کمک به ایران نخواهد رقیب ایران چیز در فروش نفت هم هست وحشت ایران حکومت ایران رو برانگیخته بسیار خوب فکر کنم که حداقلش اینه که همه متفقیم که ایران که قرار بود ابرقدرت قدرت بشه مدیریت جهانی یا حداقل رهبری منطقی داشته باشه به یک کارت دست یک ابرقدرت قدرت داغان مثل روسیه تبدیل شده سی سال پیش به جنگی پایان داده شد که یک میلیون قربانی و هزار میلیارد دلار زیان اقتصادی داشت. پس از آن شاهد بودیم برنامه های اتمی این بار هم سرمایه داخل را هدر داد و هم تحریم های خارجی را در پی داشت. الان هم برنامه های موشکی منجر به این شده که یکی از مسئولین بگوید ممنون روسیه هستیم که به ما کالا می تا از گرسنگی نمیریم. واقعا تا به کی و چرا مردم ایران باید هزینه ندانم های مسئولین جمهوری اسلامی را بپردازند اولا من نمیدونم که منظور این آقای مسئول جمهوری اسلامی و تشکرش از روسیه بابت دادن کمک غذایی به ایران چیه روسیه خودش اولا محتاج واردات مواد غذایی به ویژه این روزها که تحت تحریم های شدید هست از طرف جامعه جهانی معلوم نیست مافیای پوتین چه تمهیدی اندیشیده برای سرکیسه کردن مجدد آقایان نکته دوم اینه که اون چیزی که اتفاق افتاده حتی وحشتناکتر از اینه حتما میدونید که این روزها فاش شد که اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران دو تا چیز گفته یکی اینکه اولا ما نمیتونیم یک دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم دو اینکه در بهترین حالت ما میتونیم نفت رو در ازای مواد غذایی تهاتر بکنیم با شما این همون در واقع طرح نفت در ازای غذاست که میدونیم دوره صدام حسین اجرا شد و منجر شد به سرنگونی او و اتفاقا برای پرهیز از اون و برای پرهیز از انقلاب گرسنگان آقای خامنه ای پذیرفت نرمش قهرمانانه بکنه در دکان هسته ایش رو با بتون گل بگیره تا این سناریو براش پیش نیاد الان این سناریو پیش اومده پیش از اینکه حتی قطنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل به وجود بیاد نکته دوم اینه که اصلا خب برجام مرده تا من یک چیزی رو نمیفهمم این آقای خامنه ای که این همه هارت و هورت میکرد که من برجام رو آتش میزنم اگر پاره بکنید الان پس منتظر چیه برای به سلو راه انداختن این آتش بازی نظام هایی که از دید آمریکا نظام های متجاسرند راهکار آمریکا این بوده که با تحریم ها بنگه اقتصادیشون رو از بین ببره با درگیری در ماجراجوی های خارجی و جنگ این بنیه رو به پایان برسونه و با درگیریشون در پروژه های مخالف با مقررات بین المللی اونها منزوی بکنه مثل درگیری در انرژی اتمی که ایران ایجاد کرد بنابراین آمریکا با موفقیت ابتدا چنین پروژه رو در شوروی سابق اجرا کرد و موفق شد و شوروی به اون عظمت پاچید در کره شمالی در کوبا در همه جا چنین چیزی جواب داد الان نوبت ایرانه این نظام با ندیدن واقعیت از ابتدا شروع به یک دشمنی کور و بیمقصد با آمریکا کرد و با اروپا البته شروع کرد به گسترش مهاجراجویی در جهان درگیریش در انرژی اتمی و اسمش رو مقاومت گذاشت بعد اسمش رو اقتصاد مقاومتی گذاشت وقتی که کفگیر به ته دیک خود الان اینها اثر اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای و لجبازیش با دنیاست وقتی این نماینده میگه در حقیقت میگه که اقتصاد مواد غذایی در مقابل نفت همون برنامه ای که آقای اعتمادی به درستی گفتن ما ممنونیم که روسا اعلام آمادگی کردن که در آینده در مقابل صدور نفت به سمن بخش به قیمت پایین با ما انجام بدن ما به اینجا رسیدیم چون فکر میکنیم که اتحادیه اروپا هم گفته که تا اف رو امضا نکنید تا قرارداد پولشویی رو سالم سازی پولشویی رو امضا نکنید ما با شما مبادلات مالی نخواهیم داشت و اگر چنین چیزی در حقیقت امضا بشه معنیش اینه که حزب الله لبنان و هشت شعبی و دیگران باید در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیرند و آقای خامنه ای موافق با چنین کاری نیست بنابراین تنها روسیه میمونه که چنین برنامه ای رو ممکنه اجرا کنه و حتی اروپا هم اجرا نکنه و پیشاپیش تشکر میکنیم که ما پشیمون بشه اینها همه آورد آقای خامنه ای، لجبازیش و دیگر کسانیست که از او حمایت میکنند سوال شما فراتر از روسیه بود و سوال مهم می هست یعنی چند تا تجربه اشاره میکنه، تجربه جنگ، روگانگیری، مسائل جدید اشاره... برنامه اتمی، برنامه موشکی یعنی چرا این داستان تو ایران هی تکرار میشه؟ من راجع به روسیه اشاره بکنم روسیه یا همسایه ماست در یک حکومت ملی و منطقی همسایه نیستیم البته مرز مشترک نداریم حالا نه در منطقه در, در منطقه در یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم زندگی می‌کنیم و ما بایستی با همه کشورهای منطقه در یک حکومت ملی و دموکراتیک رابطه منطقی و ملی داشته باشیم منافع ملی ما هم که با همه کشورهای جهان یعنی من معتقدم نه آمریکا باید بود نه روسیه باید بود بر اساس منافع ملی برخورد کنیم البته حالا آقای اعتمادی الان جام جهانی که در روسیه برگزار شد برای همه مردم دنیا دیدن روس‌ها حداقل گشنه نیستن مشکل غذا ندارن ولی ببینید علت این چیه علت این که یه داستان هی تکرار میشه جنگ همه بعد خرمشهر میگن یا یه دی میگن صلح کنید ادامه پیدا میکنه گروگانگیری ادامه پیدا میکنه هستی ادامه پیدا میکنه من یه علتش رو علت درون حکومتیش رو میگم حالا تو سوال بعدی میام به بیرون حکومت میام رو جامعه مدنی و سیاسی خارج از قدرت علتش تصمیم گیری های دربسته و سربسته در یه محیط های کوچیکه یعنی آقای خمینی با یه عده مشاورا شده به کل مملکت تصمیم میگیرن آقای خامنه‌ای با یه عده دی... حتی ببینید تو مجلس ششم نمایندگان خیلی تلاش کردن که بحث انرژی هستی رو بیارن تو مجلس از دروازه وارد شدن که آقا چقدر داره هزینه میشه یه مقداری موفق میرحسین موسوی که استفا میده میگه آقا یه کارایی میکنین من که دولتم اصلا خبر ندارم یعنی یه مشکل اینه که به در نهادهای دربسته و سربسته یعنی ما انقلابم هم دیکتاتوری رو از بین ببره دیگه یعنی به جای اینکه یه نفر شخص شاه رو جو همه چی تصمیم بگیره مردم ایران تصمیم بگیرن ما انگار این دیکتاتوری نتونستیم از بین ببریم اختیار دارید شاه یک صدم قدرت آقای خامنه ای رو نداشت من فکر می کنم این جمله نماینده مردم ایزه بود در مجلس و فکر می کنم به کنایه گفته یعنی اگه به بخش دوم این جمله خوب توجه کنیم که ما از روسیه متشکریم که ما غذا میده تا از گرسنگی نمیریم من فکر این بخش دومش دقیقا مشخص میکنه که این نماینده به درستی داره انتقاد میکنه از این مسئله ولی یه جمله علی ربی تازگی ها گفته بود خیلی برام جالب بود که یاداشش کردم ما دست هر سرمایه گذاری رو که در ایران سرمایه گذاری کند میبوسیم من یادم افتاد به یه زمانی که میگفتن آقا ما دست کارگر رو میبوسیم <متحد> که در کشور ما با عرق جبین مثلا کار میکنه ولی ببین چه چه اونا رو حقوقشون رو نمیدن 13 میلیون کارگر ما حقوق نگیرن اصلا به آقایان بر ولی خود. ولی در نه ولی در جواب شما میخوایم که من وقتی نگاه میکنم به عمر جمهوری اسلامی خیلی کم شاید به ندرت یک زمانی در دوره شاید بگم رفسنجانی ما یه مقدار پراگماتیک تر عمل میکردیم یا در تمام دور انقلاب پنجاه به این سو ما هیچ وقت منافع ملی رو در همیشه منافع ملی رو فدای منافع, ایدولوژی کردیم همون که آقای علی جانی به درستی گفتن این من متن نامه استعفای میروس این موسوی رو که میخوندم میگفت که من باید از روزنامه ها متوجه بشم که حاجی های ایران مواد منفجره بردن در عربستان و پلیس استخبارات عربستان اونا رو دستگیر کرده و مواد مخدر البته آره بنابراین بنابراین میخوام بگم که هیچ وقت این همخونی وجود نداشته و نتیجهش این شده که اجازه بله. برید ما همین کاری های سفاز رو که ارز کردم در مقدمه از منظر یک کشور خارجی بهش نگاه کنیم ببینید انقلاب ایران و جنگ ایران و که الان سی سال از پایانش میگذره سکوی پرتاب ترکیه بود در سطح جهان و منطقه تا قبل از انقلاب ایر... ترکیه اصلا در جهان جایگاهی نداشت موقعی که انقلاب شد و ایران از بلوک غرب خارج شد ترکیه اولا اهمیت سیاسی پیدا کرد برای غرب دو با جنگ ایران و عراق در این هشت سالی که از کردم هزار میلیارد دلار ضربه اقتصادی به کشور زده شد و یک میلیون قربانی داشت ترکیه اصلا جهش اقتصادی پیدا کرد و به قدرت تبدیل شد در برنامه اتمی ایران ترکیه اولا بی سر و صدا برنامه های اتمی خودش رو به شیوه قانونی ادامه داد و دلال و رابط و به اصطلاح مکان دور زدن تحریم های ایران شد و پول های کلان به حساب زد در برنامه موشکی که خیلی واقعا آموزنده است ایران این همه بدبختی رو میکشه برای برنامه موشکی ترکیه در بیخ گوش ما هم سپر دفاع موشکی اس 400 روسیه رو گرفت بسیار از ایران پیشرفته تر هم هواپیماهای اف 35 آمریکایی رو هم گرفت یعنی در هر سه فاز که ما در جنگ ایران و عراق اینجوری پایین رفتیم در برنامه اتمی این هزینه ها رو داریم در برنامه های موشکی این هزینه رو داریم یک کشور در مجاورت ما به یک قدرت الان جزو کلاپ کشور قدرتمند جهان است حتی از نظر حمایت مسلمانان در منطقه هم ترکیه خونسه خیلی خوب بسیار م... بهتر از ایران در هیچ زمینه ایران نتونسته که متاسفانه از منافع خروج دفاع خلاصه این انقلاب اسلامی برای ملت ایران آب نداشت برای بقیه نون داشت نمونهش بله در بخش آخر این پرسش مطرح می شود که جامعه مدنی و سیاسی داخل کشور چه وظیفه‌ای در برابر سیاست خارجی زیانبار حکومت دارد همچنان با ما باشید مردم شیعه جنوب عراق در تظاهرات اعتراضی خود شعارهایی علیه ایران دادند. سیاست خارجی ایران در منطقه مرتب دارد با مشکل و شکست مواجه می شود. اما در ایران بنا به نتایج چندین انتخابات و نظرسنجی و نظایر اون جز اقلیتی محدود کسی طرفدار این سیاست نیست. اما حکومت اصرار بر این سیاست برهزینه دارد اقشار مختلف مردم و نهادهای مدنی و سیاسی داخل کشور که خود به طور مستقیم از نتایج زیانبار این سیاست در رنج هستند چه وظایفی برای تغییر آن بر دوش دارند من یه ملاحظه ای دارم در مورد این مقدمه شما که فقط یه اقلیت ناچیزی از سیاست خارجی ایران دفاع کردند حداقل یک استثناء وجود داره من قبول دارم در مسئله فلسطین هیچ وقت جمهور اسلامی نتونست مردم رو همراه خودش کنه هیچ وقت در مسئله اتمی هم با همه تبلیغات هایی که می کردن نتونست کماکان مردم مخالف بودن منتقد بودن می دیدیم. ولی در یک مورد استثنایی که بسیار تلخه و به نظر من شناخت این مورد و آسیب شناسی این مورد می تونه کمک کنه به این سوال شما مسئله سیاست ایران در سوریه بود متاسفانه این در تاریخ ثبت است که تا قبل از اعتراضات دیما که مربوط 5-6 ماه پیشه به مدت 5-6 سال سیاست جمهوری اسلامی در عراق و در سوریه نقد نشد نه تنها در داخل حتی در خارج از کشور هم حتی در رسانه های معتبر هم حتی احزاب اپوزیسیون هم یا همراهی کردن علنا یا به صورت زمینی همراهی کردن یا نهایتا سکوت کردند. و این در این فاجعه 6 7 ساله نقش داشت متاسفانه ما شاهد بودیم در رسانه های خارج از کشور سیاست های ایران تکریم میشد قاسم سلیمانی سردار عارف و سردار ایران باستان نامیده میشد شاهد بودیم متأثر از این جو در داخل ایران فلان نویسنده رمان نویس از قاسم سلیمانی ستاره می ساخت فلان هنر پیشه سینما می گفت که قاسم سلیمانی من خورم شاهدم به درجه صفر عرفان رسیده این باید آسیب شناسی بشه که چرا سیاست و از این مهمتر من روزنامه‌نگار رو میشناسم که در یک رسانه بسیار معتبر خارج از کشور فعالیت میکنه خودش هم متخصص جهان عرب میدونه و میگفت ما به زودی سند عراق و سوریه را به نام خودمان میزنیم ببین این تفکر چقدر خطرناکه ترکیبی از اونایی که توهم چپ چپی و ضد امپریالیستی داشتن ترکیبی از شیعه‌گری، ترکیبی از ناسیونالیسم همه اینو دست به دست هم داد به مدت 4 5 سال متاسفانه افکار عمومی در نقد سیاست منطقی جمهوری اسلامی کوتاهی کرد ببینید من نمیدونم که منظور آقای علیجانی از شیعیان عراق و شعارهاشون علیه ایران دقیقا چیه مردم ایران که اصلا روحشون خبر نداره که اینها در عراق و سوریه و دیگر جاها دست به چه تبهکارهایی تبهکاری اون چیزی که به صلاح واضح واضحه است اینی که شیعیان عراق سنی ها که مدت هاست دست به این اعتراض میزنند. خواستار خاتمه پیدا کردن دخالت های جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس و سیاست های آقای خامنی در کشورشون هستند. و حق هم دارن و این رو در انتخابات اخیر مهر ما هم ماه می هم نشون دادن فهرست ائتلاف شیعیان به رهبری مقتداست و حزب کمونیست عراق علیه این دخالت و فساد دستگاه حاکمه توانست به اولین گروه پارلمانی عراق تبدیل بشه نکته دوم اینه که اصلا این سیاست مداخل جویانه آقای علی جنی اصلا محصول جو انقلابی و چپ زده نبود این محصول یک رژیم ارتجایی مذهبی بود که چهل سال پیش در ایران روی کار آمد نقطه اتصالش با جریانات عقب مانده چپ و مشخصا میگم حزب توده و اکثریت سازمان فدایی زدیتشون بود با آزادی و حقوق بشر و تجدد گرچه با گویش های مختلف از علی شریعتی گرفته تا خمینی از حزب توده گرفته تا اکثریت سازمان فدایی در ظاهرا گروه های نامتجانس در این زدیت با همدیگه دست در دست همدیگه داشتن ملت ایران اما امروز چی میگن؟ گذشته رو ول کنی ملت ایران میگن که مرگ بر اصل ولایت فقیه یعنی ما حکومت مذهبی نمیخوایم دشمن ما همینجاست علکی میگن آمریکاست ما دشمنی با هیچ کس نمیخوایم صحبت مردم روشنه من سوالم از شما آقای علیجانی اینه که شما با این حکومت مذهبی موافقید یا نه و بخش دوم سوالتون به نظر من مهمه که نهادهای مدنی چه ای دارن بخشش فکر آره دقیقاً اون دوستان گفتن به اندازه من فکر میکنم آسیب شناسی و تشخیص ساختار حاکمیت یکی از بزرگترین کارهایی که نهادهای مدنی و حرکت‌های مدنی باید انجام بده یعنی به این معنی که با تناب اینجا بزنید به بس سرعت بگم با تناب اصلاح طلبی با وارد بازی های مطالبات مدنی نشیم چرا چون تو بحث گذشته توضیح دادیم که اصلاح طلبان اصلا به طور کلی شرایط سیاسیشون چطوریه بنابراین شناخت ساختار حاکمیت این اجازه رو به نهادهای مدنی میده که بتونن توی بازی سیاست در معنی در اون بخش داخلی بتونن راهکارهای خودشون رو دقیق انجام بدن وگرنه این اشتباه در تحلیل،, تحلیل, و آنالیز ساختار قدرت میتونه واکنشی در انجام بده که اولا به نتیجه نرسه ثانیا شاید براشون میتونه بسیار خطرناک باشه بنابراین در نهایت میخوام بگم که اولین و مهمترین کاری که نهادهای مدنی باید انجام بدن این که تحلیل درستی از ساختار سیاسی داشته باشن تا بتونن خواستهای خودشون و مطالبات خودشون رو پی ببرن. پیش ببرن ببخش. بله ببینید آقای سیدی به نقطه خیلی دقیقی دست گذاشتن و باید از این قافل نشد در جریان سوریه و عراق سه عامل ناسیونالیسم پان ایرانیستی ایرانی نه هر نو ناسیونالیسم ایرانی شیعیگری افراطی ایرانی و همچنین یک نوع روحیه ضد امپریالیستی که وجود داشت دست به دست هم داد و سپاه و آقای خامنه ای با پروژه های مشخصی سعی کردن به این ترویج بدن این روحی ها رو و موفق شدن شما یادتون باشه که فهرست داوطلبانی از جوونها و در فضای مجازی گفتمانی که ایجاد کرده بودند یک نوع درست هماسه ای مثل همون موقعی که خورمشه به دست عراق افتاده بود ایجاد کرده بود. و میگفتند که باید اونجا بریم خودمون رو فدا کنیم اغلبشون قبل از رفتن به جبهه سوریه ازدواج میکردند بچه به دنیا می آوردن. بعد میرفتند که بچهشون راهشون رو ادامه بده اینا رو همین جوانهای ایرانی کردن ممکنه بگیم که حزب های اون موقع بودند ولی به بالاخره بخشی از همین مردم ایرانند و شما گفتمان پان ایرانیستی رو میبینید که میگوید ما به آبهای مدیترانه برای بار اول دست پیدا کردیم و حوزه ایران بزرگ رو سپاه داره احیا میکنه متاسفانه چنین گفتمانهایی فقط از جوامع مربوط به حکومت و چیزهای سپاه و اینا نبود بخشهایی از سازمانهای سیاسی فیلشون یاد هندوستان کرده بود عظمت ایران بزرگ و دوران امپریالیستی رو میدیدن ولی همه اینها شکست خود همه اینها موقعی شکست خود که اولین علائم هزیمت در جبهه اه اه من از این جای آخری که شما گفتید آیش من ده ثانیه وقت دارم فقط 10 ثانیه بگم متاسفانه در تهران نمایشگاهی برگزار شده بود از آثار خرابه های سوریه و تعدادی از مردمی رفتند با تصویر خرابه های ویرانی های سوریه عکس یادگاری می ببین من مقدمم خودم دوتا اصلاح بکنم یکی بخشی از شیعیان عراق من معتقد نیستم همه شیعیان بخشی از شیعیان حالا چند درصدشون نمیدونم ولی قبلا این اعتراض نبود الان به سراحت و با وسعت بیشتر این اعتراضات میشه دومم این که نکتهی ای که آقای شرمداری به درستی گفت اکنون یعنی من باید بگم اکنون اکثرا مخالفن چون این نکات چه دوستان گفتن درسته یعنی ابتدا حدیه حمایت میکردن حتی این فریب رو که اگه اونجا نجنگیم اینجا باید به جنگیم و یه بخشی از افکارون میپذیرفته بود اما من به دقیقا برم رو سوالم سوال من این بود اقشار مختلف مردم و نهادهای مدنی و سیاسی وقتی با سیاست خارجی مخالفن چیکار باید بکنن مردم دوستانم گفتن مردم شعارهایی دادن نشون میدن آقا سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن مردم با شعارهایی که مردم ایران هم طبع دارن احساسشون رو باید به صورت شعار در بیارن و مسلمت ها میز بگن و این اعتراضشون رو بگن اما نهادهای مدنی و سیاسی من خودم داخل ششور میدونم فضا رو مسائلی که حکومت ناموسیش میکنه خیلی سنگینه یعنی یه فضای امنیتی شدیدی درست میشه کسی حق نداره با انرژی هستی مخالفت کنه کسی حق نداره برای دخالت در سوریه دخالت کنه مخالفت کنه این هیمنه فضا رو چگونه میشه شکست من به نظرم چهار تا راه حل میاد یکی نقد اقتصادیه یعنی بدون که اصل سیاست رو نقد کنه میگه آقا اصلا ما پولش رو داریم میگه همش بلند پروازی بکنیم شفاف سازی اقتصادی و نقد اقتصادی اینو ما دیدیم برخی کردن مثل آقا مثلا آقای زاده مثلا معاون وزارت امور خارجه خاتمی یکی از طریق نقد مدیریتی آقا این اصلا سپاه قدس و اینا که مسئول سیاست خارجی نیستن اینو بایستی از طریق نهاد خودش باشه ببین اینا سر حرف رو باز میکنه این نقدی است که بازم برخی مثل تایزاده و امثال هم کردن از اینا اینه که بلند هممون بگیم, 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 که تو. ایران سوریه نخواهد اجازه بدین یه نقد دیگه نقد کردی آقا شما میگید ما رفتیم سوریه امنیت بیاریم دیگه اونجا نجنگیم اینجا آدم ها چی میشه آه اجازه بدید آقا شما حرفتون رو زدین. نه این نقد و امثال زیبا کلام کردم من چرا این مثال مثالا رو میزنم میخوام بگم اینا بله خارج ما میتونیم بشیم بگیم کره زمین نابود شود راحت آقا در این نقد شما نقد کشی وجود داره اجازه از... بدین یه نقد کار کردی و یه نقدم نقد بنیادی آقا اصلا کل این سیاست غلطه متاسفانه مداخله دوستان نمیذاره که من بحث رو کامل آقا شما دو دقیقه وقت داری که ب... وقت نداری به پایان روبروی امشب رسیدیم با برچسب روبرو و از طریق فیسبوک توییتر و اینستاگرام من و تو با ما در تماس باشید تا جمعه شبی دیگر و روبروی دیگر بدرود